کتاب زندگی نزیستت را زندگی کن. اثر رابرت الکس جانسون. فایل 37، صفحه 116. اگر نتوانید بین این دو تمایز قائل شوید، دچار مشکل می شوید و به دیگران صدمه می زنید. تجسم خلاق مجوز اجرای خیال بافی هاتان به شکل خام و عملی نیست. تجسم خلاق هنری باستانی است و مسلماً نوشتن تنها شکل آن نیست. کسانی هستند که آن را به صورت رقص اجرا می کنند و کسانی که نقاشی می کنند یا مجسمه اش را می سازند. عده‌ای هم ممکن است بالا و پایین بپرند یا بدوند. کسانی که ذوق بصری دارند ممکن است تصاویری ببینند و نقاشی اش را بکشند، در حالی که افراد کلامی معمولاً صدایی می شنوند. اخیراً تجربه ای درونی داشتم که هفته ها طول کشید. فکر ناراحت کننده ای که به سرم زده بود این بود که تو خوب نیستی، تو هرگز نویسنده موفقی نبودی و در حقیقت اصلاً نمی توانی بنویسی. تو استعداد نداری. درسته که کتاب هایی منتشر کردی که حتی به زبان های مختلف ترجمه شده است، اما هرگز در فهرست پرفروش های نشریه نیویورک تایمز نبوده ای. من کمی به این فکر کردم و بعد با این فکر که حالا مگه کی میخواد جزو پرفروش های نیویورک تایمز باشه، ردش کردم. پاسخ آمد که من میخوام. خیلی خوب، این پاسخ را در کامپیوترم وارد کردم و کار کردن با این بخش ناراحت کننده زندگی نزیسته رو آغاز کردم. هنگام تجسم خلاق فهمیدم انرژی در من هست که بی نهایت احساس حقارت می کند، چون هرگز کتاب پرفروشی ننوشته بودم. از آنهایی که در پیشخوان تمام فروشگاه های بزرگ می بینید، انگار این معیار موفقیت زندگی من بود. این شخص ناراضی زندگی نزیستم نشسته بود و شکایت می کرد. بنابراین مجسم کردم که کتاب جدیدم جزو فهرست پرفروش های نیویورک تایمز است. حتی ترتیب مصاحبه ام با اپرا را دادم. موفقیتی باور نکردنی. در آغاز بهترین چیزها را مجسم کردم. پشت خودم را نوازش کردم. یادتان باشد که همه اینها نمادین است. مجسم کردم که تلفن مدام زنگ می زند و همه می خواهند به من تبریک بگویند. سیل نامه ها به طرفم سرازیر شده و همه می خواهند وقت بگیرند تا برایشان سخنرانی کنم، از محصولاتشان پشتیبانی کنم و در برنامه تلویزیونیشان حاضر شوم. همینطور که به این سفر خلاق ادامه می دادم، پول هنگفتی داشت نصیبم می شد. به زودی دوستانم از همه جا با من تماس گرفتند و من احساس کردم مرد بزرگی هستم که همه می خواهند با او عکس بگیرند. خلوت تنهاییم از بین رفته بود. من هرگز این مشکلات موفقیت را نمی خواستم. این ادامه یافت تا اینکه چیز جدیدی از این تجربه یاد گرفتم. تجسم خلاق تجربه‌ای واقعی خلق می کند و برشی از واقعیت را به وجود می آورد که درست به اندازه واقعیت دنیای بیرونی قدرتمند است. بحثمان در فصل 4 درباره طرز تشکیل عقده ها در مغز را به یاد بیاورید. چه چیزی را به طور بیرونی تجربه کنید، چه با تجربه زنده درونی به آن برسید، مسیرهای عصبی تشکیل می شود. این بدان معناست که نیازی نیست که فقط در دنیای بیرون تجارب اساسی داشته باشیم. با فراخواندن زندگی نزیستی مشکل ساز خودمان از طریق عمل نمادین هم آگاهی می تواند رشد کند و ما می توانیم به زندگی نزیستیمان بپردازیم. در این مثال دریافتم که خیال بافی های دیرینه ام درباره موفقیت علاوه بر مزیت هایش معایبی هم داشت. بعد از آنجا که همه اینها در تجسم خلاق بود، برگشتم و آنها را باطل کردم. من به نوشتن کتابی رضایت دادم که بتواند راهش را در دنیا پیدا کند. اگر موفق بود که چه بهتر، اما دیگر موجودی در درونم گله و شکایت نمی کرد و عقده مزاحمی مرتب نمی گفت که من شکست خوردم.
با این تجربه پیشین حالا احساس کاملا متفاوتی درباره این بخش زندگی نزیستم دارم. آن آتش یا نیاز شدید یا تکبر یا نارضایتی، هر چه که بود در وجودم مطرح شده و در نتیجه حالا آدم راحت‌تر و راضی‌تری هستم. چند جلسه تجسم خلاق پای کامپیوترم لازم بود تا روی آن کار کنم، اما حالا خودم را خوشبخت می دانم که این توهم نفی کننده در درونم آرام شده و دیگر با سر و صدا و مزاحمتش مانع خوشبختیم نمی شود. اگر خیالی در ذهنتان دارید که مرتباً تکرار می شود، کیست که نداشته باشد؟ تبدیل آن خیال به تجسم خلاق یعنی رسیدن به طلای ناب. خیال بافی همیشه چیزی یک طرف است. ما همیشه لذتی را که در آن خیال هست میگیریم و هرگز به جانب دیگر آن توجه نمی کنیم. بنابراین خیال بافی های ما در طول سالهای متمادی چندان تغییر نمی کند. در مقابل تجسم خلاق زندگی نمادین تغییر می کند. من در حین این روند هوشمندانه ترین گفتگوهایی را که در توانم است انجام می دهم. این هم یک نمونه دیگر. می توانم از رگی حریصم بپرسم: من چرا خودتو در مهمانی دیشب داخل کردی؟ من واقعا از اینکه اونقدر برای جلب توجه حرص می زدم ناراحتم. و رگی حریصم می تواند بگوید: خب تو تمام روز ادای قدیس ها را در آوردی و سعی داشتی دیگران را قانع کنی که چه آدم خوبی هستی و هرگز حسودی نکردی یا حرص نزده ای. بنابراین دیدم وقتشه که مردم وجود واقعی تو را ببینن. اینجا حق با او بود. بعد از کار آگاهانه برای خدمت کردن به دیگران یا سعی زیاد در خوب و پایبند اخلاق بودن، ویژگی های تاریک شخص بروز می کند تا تعادل ایجاد کند. در این مورد رگه حریص من دیگر طاقتش تاق شده بود. من: اگه به این کار خودت ادامه بدی، من از چشم همه دوستان می افتم. مردم دوست ندارن ازشون استفاده بشه. به زودی هیچ کس نمی خواد کاری با من داشته باشه، چون می بینه که چقدر حریصم. رگه حریص: من حرف حق زدم. تو خودت خواستی حریص باشی. تو از این کار لذت میبری. من: فکر میکنی میتونی مدام این رو آن رو ببری و حقیقت رو بگی؟ رگه حریص: صداقت یعنی همین. من: نه خیر، نمیتونی. من بهت اجازه نمیدم، چون که مردم رو از من دور میکنه. ما دیگه با هم بیرون نمیریم. تازه بعد از این اتفاق خیلی هم احساس گناه میکنم. رگه حریص: من هیچ جایی توی زندگی تو ندارم و خیلی از این ناراحتم. من: به خاطر همینه که داریم این بحث رو میکنیم. من خیلی سعی میکنم زندگی پاک و مبادی آداب و آگاهانه‌ای داشته باشم و نمیتونم اجازه بدم که بی هوا به وسط بپری و همش رو خراب کنی. بهت اجازه نمیدم. رگه حریص: خیلی خوب، اگه فکر میکنی که میتونی از شر من خلاص بشی، بهتره فراموشش کنی و یه فکر دیگه بکنی. به این ترتیب گفتگو انقدر ادامه میابد تا شیره این انرژی کشیده شود. من جایی برای رگه حریصم پیدا میکنم و تقدس یا ریاضت کشی یا هر چه که در زندگی بیرونیم نشان میدهم را متعادل میکنم و به سطح انسانی تری میرسانم. گفتگوی نمادین یعنی این.